ورزشکاران جودوی افغانستان برای مسابقات 2012 لندن آمادگی می‌گیرند. زکریا اسدی رئیس فدراسیون جودوی افغانستان میگوید که از 5 ماه بعد این سو نزدیک به 7 ورزشکار که دو تن آنها دختر است به تمریناتشان میپردازند. قبل از مسابقات المپیک لندن ورزشکاران افغان با جمع ورزشکاران از 46 کشور جهان در مسابقات کسب سهمیه نیز شرکت خواهد ورزید که در آینده نزدیک در ازبکستان برگزار میگردد. تقریبا 60-70% امیدواری داریم چون بچه ها را بخی سیستم تمرین تغییر دادیم به سیستم مدرن ساختیم که قبلا ظالم نداشتیم، حالا به فضل خدا جایم داریم. به گفته ورزشکاران پس از مدت زیاد زمینه برایشان مساعد گردیده است که در مسابقات المپیک شرکت ورزند، اما نسبت به جهان سطح ورزشی ورزشکاران افغان نیز قابل مقایسه نیست، اما با آن هم به بسیار شوق و علاقه برای مسابقات 2012 لندن به تمریناتشان میپردازند. کوشش ډیر کوم مهلمان زیات مشبات ان شاء الله زده دی کابلار سم ده دی مسابقات د لندن ته وکول شم چې یو ډیر ښه د ثور افغانستان ته خپل وطن ته راوړم. هر کس زحمت بکشه، هر کس عرق بریزه، او میتونه که یک دستاورد خوب بگیره. به گفته مسئول فدراسیون جودو در حال حاضر مشکل مکان برای تمرین در کابل مرفوع گردیده است و پس از 30 سال توانستند که با میانهای جهانی صاحب زال ورزشی شوند. مگر ورزشکاران میگویند که مسئولین توجه خاصی ندارند و به همه ورزشکاران به یک چشم دیده نمی شود. کلی ورزشکاری افغانستان غیرت خاصی دارن، کلی چون خب میتونن که مقام بیارن، اما متاسفانه که از خود دولت به ما کمک نمیشه، مثلا کمک مالی نمیشه. با گفته مسئولین فدراسیون جودوی افغانستان اگرچه سهولت های کمی در اختیار دارند، اما با آن هم میخواهند که در مسابقات المپیک شرکت ورزند و دستاورد خوبی داشته باشند. گفتنی است که در سال جاری تیم ملی جودوی افغانستان با به دست آوردن 11 مدال از مسابقات جنوب آسیا مقام دوم را کسب کرد. در حال حاضر بیش از 2000 ورزشکار در 9 ولایت مصروف تمرین در این رشته ورزشی میباشند. وحید الله فیضی، تلویزیون آشنا، کابل.